اعلام خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان باعث خوشبینی و نگرانی ژرف شده. برخی این خروج را به منزله حل مشکلات افغانستان، پایان بهانه‌جویی طالبان و تامین ثبات و مستقل شدن می‌دانند. برخی دیگر اما این خروج را آغاز جنگ‌های داخلی، سقوط نظام فعلی و آغاز روزهای سخت سیاسی و اقتصادی در افغانستان می‌پندارند. کدام یک نزدیک به واقعیت است؟ چه چیز خلیلزاد و حکومت افغانستان را به ای باور رسانده که این خروج به معنای سقوط دولت فعلی نیست؟ نشانه ای که به ای باور ایمان بیاریم چی است؟ آیا قطع کمک های امریکا به افغانستان این باور را منتفی نمی سازد؟ سلام به برنامه افغانستان 1400 خوش آمدید. قبل از اینکه روی همین موضوع با مهمانان برنامه بحث بکنیم، یک گزارش در همین پیوند داریم که با هم یک جا می بینیم. کمیته روابط خارجی سنای امریکا، جایی که خلیلزاد پس از چندین ماه تلاش برای پایان جنگ افغانستان از طریق سیاسی در آن حضور یافته است. او در جریان پاسخهایش به طالبان هشدار می‌دهد که در صورت نقض توافق دوحه به انزوا خواهند رفت و سوی کشورهای منطقه تحریم خواهند شد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید طالبان با ترک خشونت می توانند با پذیرش یک توافق صلح به یک جریان سیاسی تبدیل شوند، اما اگر مانع رسیدن به یک توافق سیاسی شوند و مسیر به قدرت رسیدن از راه نظامی را انتخاب کنند، با مخالفت آمریکا، متحدان آن و منطقه روبرو خواهند شد. اگر طالبان مانع یک توافق صلح شوند و برای تسلط نظامی تلاش کنند، نه تنها با مخالفت دولت افغانستان بلکه با مخالفت قوی امریکا، شریکان و متحدان آن و منطقه روبرو خواهند شد. یک اجماع قوی جهانی و منطقه‌ای در برابر تسلط نظامی طالبان بر افغانستان وجود دارد. او میگوید تلاش‌ها برای حل منازعه افغانستان از راه سیاسی در جریان است و متوقف نشده و امریکا پس از خروج هم روند صلح را برای رسیدن به موفقیت دنبال خواهد کرد. خلیلزاد میگوید ایالات متحده و حتی مردم افغانستان که از جمهوریت پشتیبانی میکنند خواهان برگشت دوباره امارت به کشورشان نیستند. خلیلزاد در برابر پرسش از سوی یک سناتور امریکایی که برخی پیشبینی های وجود دارند که تنها چند ماه باقی است طالبان تمام افغانستان را زیر کنترل خود درآورند میگوید شخصا من خودم باور ندارم که دولت افغانستان با سقوط مواجه باشد و طالبان بر تمام افغانستان تسلط پیدا کنند، اما نگرانی به خطر افتادن دستاوردها همواره وجود داشته است. برخی سناتوران امریکایی هم میگویند در صورت به قدرت رسیدن طالبان از راه نظامی و نیز به حاشیه رفتن حقوق بانوان، جامعه مدنی و اقلیت‌ها، سنای امریکا برنامه بانک جهانی را که به افغانستان پول فراهم می‌کند پشتیبانی نخواهند کرد. با این حال خلیلزاد می‌گوید رهبران پاکستان به او اطمینان دادند که از به قدرت رسیدن طالبان از طریق نظامی پشتیبانی نمی‌کند. رهبران پاکستان آشکارا به مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که از به قدرت رسیدن طالبان از راه نظامی پشتیبانی نمی‌کنند. به باور من، رهبران پاکستان این را درک می‌کنند که با بروز یک جنگ داخلی گسترده‌تر در افغانستان، نه تنها افغانستان بلکه پاکستان نیز با پیامدهای سنگین آن روبرو خواهد شد. زلمه خلیلزاد در پاسخ به پرسش یک سناتور آمریکایی در مورد نقش چین در افغانستان گفت که پس از خروج نظامیان آمریکایی و ناتو، همسایه های افغانستان به شمول چین باید در روند صلح و فراهم کردن کمک های توسعه‌ای به افغانستان مسئولیت بیشتر بگیرند. با ادامه برنامه خوش آمدید. در بخش نخست برنامه آقای دکتر نعمت الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا از همان کشور با ما وصل هستند تا در همین پیوند بیشتر بحث بکنیم. آقای بیژن سلام بر شما، بسیار به برنامه خوش آمدید. آقای خلیلزاد گفته که پس از خروج دو گزینه است: جنگ طولانی یا توافق سیاسی. منظورش چی است؟ سلام به شما و بینندگان عزیز. مسئله که مطرح شد او در پاسخ کمیته بود که در کنگره امریکا سوال را مطرح ساخت که آیا سکوت بعد از خروج خارج شدن نیروهای امریکایی پیش بینی میشه در افغانستان یا نه. دو مسئله را مطرح ساخت که دو بدیل وجود داره. یکی است که جنگ در افغانستان طولانی میشه که تا اندازه واقعیت هم است، چون
در صورتی که گروه طالبا به توافق سیاسی نرسند و اونا تاکید بکنند ادامه بدن خشونت که از راه حل از راه نظامی قدرت و دست برده و صورت مقاومت صورت میگیره، جمهوریت دولت افغانستان و مردم که اکثریت مردم حامی از او است در مقابل گروه طالبا ایستادگی خواهد کرد و او به معنی جنگ طولانی در افغانستان است. و مسئله دیگه که مطرح شد مطرح است خصوصا در این لحظه زمانی در ایالات متحده آمریکا است که چه گزینه های ایالات متحده آمریکا در دست خود دارد که در صورت ناکاماندن امی روند صلح افغانستان از اونا استفاده بکنه. درست، و فکر میکنین که این دو گزینه که آقای خلیلزاد گفته را کدامش نزدیک به واقعیت است؟ فکر میکنین که کدامش تحقق پیدا خواهد کرد؟ خب گزینه که مطلوب است راه حل سیاسی است. امیدواری است که می روند صلح که آغاز شده ای به یک توافق سیاسی آتش بس و ختم خشونت یا ختم جنگ در افغانستان منجر شود. اما واقعیت ها طور است که نشان می ده که امیدواری به خاطر رسیدن به یک توافق سیاسی کمتر است، به خصوص گروه طالبا اونا انعطاف از خود نشان ندادن و حتی آماده نیستند که در بعض مواردی که در قسمت ختم جنگ تصمیم گرفته میشه اونا دخیل باشند. یک مسئله که همواره اونا تا دو سال گذشته رد کردن توافق روی یک آتش بس هماجانبه در افغانستان بود. به این خاطر گزینه ناکام ماندن خود امید روند یا گفتگوی صلح افغانستان بعید نیست که او نگرانی را هم داخل افغانستان و هم بیرون از افغانستان بیشتر سنستان. بدون شک آقای بیژن انتظار داشتم که این پاسخ را از شما داشته باشم. در همین پیوند سناتوران از آقای خلیلزاد پرسیدن که در صورت چیره شدن دوباره طالبان از طریق نظامی راه حل امریکا چی است؟ گفت که طالبان این قدرت را ندارن. فکر میکنین که چطور با اطمینان میگه که طالب این قدرت را نداره با توجه به این که پنتاگون دیروز گفت که هیچ کمک به افغانستان، کمک اطلاعاتی باشه، استخباراتی باشه، حتی مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغانستان نخواهد داشت؟ خب گزینه که آیا گروه طالبان میتونه که قدرت از رای جنگ به دست بیاره بعید است، چون در 20 سال گذشته ثابت شد که گروه طالبان در موقف نیست که شهرهای افغانستان از سقوط بده و اگر سقوط هم بده چند نمونه شما داشتیم در کندوز و یا غزنی اونا در وضع نیست که نگه دارند و شهر آرند. یعنی یک گروه شورشی است. کاری که گروه طالبان میکنه سطح خشونت ها رو میتونه بلند بباره، حملاتشان بیشتر بسازنه، اما در یک موقف نیست که اونا قدرت بگیرن شهرهای بزرگ افغانستان سقوط بدن. اگر ما یه مقایسه بکنیم، بعضی ها میگن خب دهه 90 گروه طالبا قادر شدن که کابل را بگیرن و یک بخش اعظم افغانستان زیر کنترل خود بیارن. وضعیت افغانستان کاملا متفاوت بود. افغانستان در دهه 90 به خاطر یک جنگ داخلی فرسایشی نهادهای ملی ازم پاشیده بود. ولی فکر نمیکنن آقای بیژن این سخنان شما در شرایط فعلی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشده مصداق پیدا میکنه، ولی اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و به گفته خودشان کمک ها و حمایت هایشان هم ادامه پیدا نکنه، فکر میکنین که نیروهای امنیتی افغانستان، حکومت فعلی افغانستان این توانایی را داشته باشه که به تنهایی خود در برابر طالب به جنگ یا هر گروه روسافغان دیگر با توجه به اینکه هنوز در داخل اجماع وجود نداره، نمیش از دید سمتی و قومی که در افغانستان وجود داره چشم پوشی کرد و مشکلات دیگر که وجود داره؟ نگرانی در افغانستان در این مرحله اساس سیاسی نگرانی نظامی نیست. نیروهای امنیتی افغانستان قادر خود بودن که از افغانستان دفاع بکنند و یعنی اگر تمام در تمام قسمت‌ها یا از نظر امو سایه خاک اونا موفق نباشند، ولی با کدام امکانات آقای بجن امکانات وجود دارد، تجهیزات وجود دارد در صورت که امریکا کمک نکنه؟ ما میخواییم کمی یک نکته را ببخشیم که تکمیل بکنم. اوی است که نگرانی بیشتر در قسمت سیاسی است.
در صورتی که یک اجماع سیاسی وجود داشته باشد در کابل، سیاسیون با هم کار بکنند، نگرانی در عرصه نظامی کمتر است. ما اگر دهه 90 ببینیم، سکوت رژیم در افغانستان به خاطر ناکامی یا شکست نظامی نبود، شکست سیاسی یا از هم پاشیدگی سیاسی بود که باعث سکوت رژیم شد. پس به این منظور است که افغانستان از نظر نظامی در وضعیت نیست که سکوت بکنه. اما مسئله دیگه که مطرح شد از طرف امریکا که چی گزینه های وجود دارد در صورتی که گروه طالبا به خشونت و جنگ ادامه میدن. سه گزینه مطرح شده. گزینه اول مسئله دیپلماسی است که فشار دیپلماسی در منطقه و جهان بیشتر میشه. مسئله دوم مسئله یک پاسخ هماهنگ هم در منطقه و هم در سطح جهان در مقابل گروه طالبان، خصوصا در صورتی که اونا به می پالیسی هایی که قبلا داشتن در مقابل زنا و مسائل اجتماعی افغانستان ادامه بدن. و مسئله بعدی که مطرح میشه مسئله کمک های خارجی است که او یک گزینه مصر نخواد بود. شما آقای بیژن قبل از اینکه بیشتر بپردازیم یاد کردین که جبهه سیاسی مهمتر از جبهه نظامی است، ولی فکر نمیکنین که در جبهه سیاسی هم ما مشکل داریم؟ هنوز قومبازی، سمدازی در افغانستان از بین نرفته، هنوز هم بحث سیاسی یا سیاسی سازی نیروهای امنیتی هم مطرح است. فکر نمیکنین که همین ضعف که در بعد سیاسی وجود داره باعث شکست در جبهه نظامی شود؟ متاسفانه که در جبهه سیاسی شگاف‌های عمیقی وجود داره. بیشتر توجه و تمرکز روی مسائل خود سیاست که در محور هویت است. این مشکلاتی است که بیشتر باید رویش توجه شد و در این مرحله حکومت و سیاسیون و جامعه مدنی افغانستان اینا اولویت بدن به مسئله وحدت ملی افغانستان که چگونه افغانستان خصوصا قشر سیاسیش یک پارچه در مقابل چالش هایی که است اینا گم میگذارن. در صورت که اینا نتانند یک اجماع را به وجود بیارن، با هم کار بکنن، طبعا تاثیرات منفی بالای نیروهای نظامی افغانستان و همچنین سایر نهادهای ملی در کشور میگذاره که خود امی طرف یا جبهه جمهوریت ضعیف میسازه و یک دستاورد به گروه طالبا خود. و خیلی کوتاه آقای بیژن خلیزاد گفته که رهبران پاکستان واضح به مقام های امریکایی گفتن که از به قدرت رسیدن طالبان از راه نظامی حمایت نمی کنن و شاید هم اتکای آقای خلیزاد به همین گفته های پاکستانی ها باشه. چقدر میشه بالای پاکستان باور کرد؟ هنوز بعید است تا موقعی که در عمل ثابت نشود. ما فکر میکنم منتظر باشیم که واقعا پاکستان به حرفایی که میزنه صادق است و عملی میسازه یا نه. تا اکنون ما شاهد چنین یک تغییری نبودیم، ولی در پالیسی های رسمی پاکستان تغییرات فاحش دیده میشن. بسیار تشکر از شما آقای دکتر نعمت‌الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا. و بیننده عزیز، حالا شما میتونین بیننده همکار مارس جمالزاده باشین که تازه ترین های شبکه های اجتماعی را گردآوری کرده. هارس، چی از تازه ترین ها؟ تشکر امان. البته امروز هم ما صفحات اجتماعی را سر زدیم. سفارت ایالات متحده آمریکا در صفحه توییتر خود دستورالعمل وزارت خارجه آمریکا را به نشر رسانیده است. بر بنیاد این دستورالعمل همه کارمندان سفارت آمریکا در کابل دستور دارند که افغانستان را ترک کنند، مگر آنکه وظایف آنها ایجاب کند که در افغانستان حضور داشته باشند. وزارت امور خارجه آمریکا معمولا در موارد اضطراری کارکنان غیر ضروری و خانواده های آنان را از کشورهای دیگر خارج می کند. اما این بار در اقدام کم سابقه دستور خروج همه کارمندانی که وظایف آنها می تواند در جاهای دیگر باشد صادر کرده است. در همین حال رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی کشور، در توییتر خود در واکنش به تصمیم وزارت خارجه آمریکا نگاشته که این ممکن است نگرانی غیر ضروری را در میان شهروندان افغان ایجاد کند. با باور آقای نبیل، برخی این دستورالعمل را تاکتیک دیگر برای تحت فشار قرار دادن دولت برای آزادی 7000 زندانی دیگر طالبان می دانند. ارگ ریاست جمهوری پیام رئیس جمهور را به مناسبت 8 ثور به نشر رسانیده که رئیس جمهور چنین نگاشته است: آنچه را از تاریخ معاصر خود آموخته‌ایم این است که هیچ کس نمی تواند با اعمال زور و خشونت و استفاده از روش های استبدادی و غیر دموکراتیک خود را بالای مردم افغانستان تحمیل کند.
اکنون وقت آن رسیده است تا طالبان نیز با الهام از این درس تاریخی به آینده کشور فکر کنند و به جای توسل به جنگ و خشونت و ویرانی اهداف سیاسی خود را از راه مشارکت در پروسه های ملی و دموکراتیک و مراجعه به آرای مردم دنبال کنند. شورای عالی مصالحه ملی اعلامیه را در پیوند به 8 ثور سال روز پیروزی جهاد به نشر رسانیده است. در این اعلامیه گفته شده که مردم افغانستان با قیام سراسری و با دستان خالی در برابر رژیم مستبد و خودسر آن زمان و تجاوز آشکار اتحاد جماهیر شوروی استادند و صفحه تازه‌ای را در مناسبات ملی منطقه‌ای و جهانی ورق زدند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور تصویر از اهدای مدال دولتی احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور به شهردار پاریس را به نشر رسانده که این مدال را به سفیر فرانسه در کابل تسلیم کرده است و با شهردار پاریس همچنان به گونه آنلاین صحبت کرده است. امانی بود داشته های امروز صفحات اجتماعی ما. با خودت برمیگردیم ببینیم که مهمان بعدی شما کیست. تشکر جمالزاده. از خود دوستا در بخش دوم برنامه آقای سید علی رضا محمودی رئیس مجمع ملی مردم افغانستان اینجا در استدیو حضور دارند تا در همین پیوند بیشتر بحث بکنیم، ولی قبل از اینکه با آقای محمودی بحث را آغاز بکنیم یک وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدید آقای محمودی. شما هم به برنامه خوش آمدید. اجازه بدید با یک نقل قول از آقای خلیزاد آغاز بکنیم که میگه پس از خروج دولت فعلی افغانستان به زودی سقوط نخواهد کرد. چی تعریف میشه؟ یعنی سقوطش از اتمی است ولی به زودی ها نه، درست است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم. واقعیت امری است که ما در 20 سال گذشته با حضور نیروهای امریکایی و همپیمانانش در افغانستان قوت‌های دفاعی و امنیتی ما ظرفیت‌های کلانی را به او رسیدند. جنگ غالب جنگ به دوش قوت‌های دفاعی و امنیتی افغانستان بوده، به خصوص در 2 سال گذشته که امریکایی‌ها در حال مذاکره و در نهایت در یک توافق سیاسی با طالبان قرار داشتند، جنگ و بار جنگ به دوش نیروهای امنیتی و دفاعی ما بوده و این نیروها به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مهمی رسیدند که می‌توانند از افغانستان، از تمامیت ارضی، از ارزش‌های 2 دهه گذشته دفاع بکنند. حال باور من این است که آمریکایی‌ها در یک اظهارات متضاد دارند. ما شاهد هستیم که سخنگوی پنتاگون یک چیز میگه، آقای خلیزاد دیگه چیز میگه و حتی در رهبری امریکا تضاد اندیشه ها وجود داره و بسیاری ها هنوز مخالف خروج از افغانستان هستند، بسیاری ها دیدگاه های مختلف دارند، ولی واقعیت امری است که در جغرافی های افغانستان، در جنگ میدانی و در مبارزه با تروریسم این نیروهای افغانی بودند که تانستن و اطمینان هم به مردم افغانستان دادن، خصوصا در 1.5 سال گذشته که عملا امریکایی از جنگ خارج شدن و حتی یک سرباز امریکایی هم در 1 سال گذشته هم طالبان اعلام کردن. ولی با صلاح امریکا می جنگن نیروی امنیتی. خب ببینین، او تعهد امریکایی ها هنوز هم دارن. امریکایی ها گفتن که ما حمایت بکنیم، ولی حمایت نظامی نمیکنن، حمایت سیاسی. ببینین تا زمان خروج، ببین ما یک کشور هستیم، یک گروهی به اصطلاح جنگجوی یا شبه نظامی نیستیم، اینجا یک کشور است، یک دولت هست. اگر امریکایی ها میرن و حمایت نمیکنن، خب ظرفیت های کلان دیگه وجود داره که حکومت بتانه. چه ظرفیت؟ از امکاناتی که در این کشور هست و از توانمندی هایی که وجود داره، از کشورهای همسایه، از کشورهایی که مخالف با تروریسم هستن و در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی افغانستان کمک میکنن. تنها من فکر میکنم که امریکایی ها نخواهد بود، گرچه امریکایی ها تعهد دراز مدت در حمایت مالی و حمایت در بخش توسعه برای ما دارن، ولی ارتش افغانستان و قوت های دفاعی افغانستان باید تلاش بکنن که به این نقطه ای از خودکفایی و از توانمندی برسن. شما که یاد میکنین از گزینه دوم، گزینه دوم جدا از امریکا کدام گزینه است که بعد از خروج امریکا، بعد از قطع حمایت های نظامی امریکا از افغانستان، حکومت افغانستان میتونه به او بپردازه؟ ببینید، اول خود یک موضوع هست و اون موضوع ایست که در یک روند پروسه صلح ما قرار داریم که خوشبینی های وجود داره که
در نشست استانبول ما بتانیم از طریق یک دیالوگ بین الافغانی خب قضیه افغانستان حل شود و طالبان ولی اصلا پیشرفت در ظاهر دیدن هم میشه فکر میکنیم کجا از خوشبینی یک بخشش است یک بخشش است و گزینه دیگه ای است که خب ممکنه طالبان برداشت اشتباهی را که از وضعیت دارن میگن امریکایی ها خارج شد ما به زور میتونیم که حکومت بگیریم و دیگه نیازی هم نداریم با کسی شریک بکنیم یا اینکه در یک بحث مذاکره بیاییم به دیالوگ بین افغانی بکنیم ولی خب این با این محاسبه محاسبه اشتباهی هست و اگر احیانا مذاکرات به نتیجه نرسه ما امروز شاهد هستیم که از گوشه کنار افغانستان مردم افغانستان صداهای بلند میشه که ما حمایت میکنیم ما دفاع میکنیم از دستاوردهای دو دهه گذشته ما دفاع میکنیم از نظام ما دفاع میکنیم از در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی از افغانستان امروزی و طالب توانمندی و ظرفیتی سقوط افغانستان ندارم آقای محمودی همین گفته های آقای خلیزاد به این معناست که سرانجام اگر کمک های امریکا ادامه پیدا نکنه در این زودیا نه آنچه که شما خوشبین هستین ولی در دراز مدت ممکن است که دولت فعلی سقوط بکنه من کاملا مخالف هستم حد اکثر مشکلاتی که بر نیروهای امنیتی و دفاعی میاید در این مرحله گذار که حالا آنچه که گفته میشه ممکن است 6 ماه باشه ولی این نیروها خود با شرایط جدید با توجه به حمایت‌های گسترده‌ای که مردم افغانستان از این نیروها میکنند و با توجه به برنامه ریزی هایی که حکومت داره و این هم ما باید در نظر بگیریم که حکومت هم در یک سال گذشته به دنبال آپشن ها و موارد مختلفی بوده که چطور بتانه نیروهای امنیتی را حمایت بکند روزی گذشته یکی دو روز گذشته بود که رئیس جمهور واضح بیان کرد که شما تشویشی به مردم اطمینان داد که تشویشی مشکلات مالی نیروهای امنیتی را نداشته باشه خوشبینی از کجا میشه شما میگین مردم حمایت میکنه جدا از این که مردم انگیزه بده به نیروهای امنیتی خب نیاز است که یک سلاح باشه توپ باشه تفنگ باشه تا جنگ شود همین امکانات از کجا خواهد امکانات وجود داره امکانات در اختیار نیروهای امنیتی ما هست در کجا است تمامش از امریکا نیست نگار خب امریکا خب ببینین امریکا یک بخش در اختیار امریکا بود که امور هم با ارزش 1 میلیارد دلار تعهد کردن که در اختیار نیروهای دفاعی و امنیتی ما قرار بدن گذشته از او در 20 سال گذشته نیروها تجهیز شدن این نیروها تسلیحات دارن این نیروها وسایل دارن این نیروها تیاره دارن این نیروها به امکانات امروزی اینا تجهیز شدن این نیست که امریکایی‌ها وقتی که میرن سلاح ما هم گرفته برن ما هم از خود ولی فکر نمی‌کنیم که اگر امریکا تمویل نکنه تجهیز نکنه امکانات فراهم نکنه ما تا توانایی از این نداریم که تیل بر هواپیماهای خود استفاده بکنیم مرمی بر سلاح خود استفاده ببینین بکنیم. حضور امریکایی‌ها در این کشور خوبی های هم داشته ولی متاسفانه بدی های زیادی هم داشته اولی که اردوی ما را یک اردوی پرمصرف و در عین حال به یک نحوی این مصارف هنگفت باعث شده که فساد در بخش های از این نیروها افزایش پیدا کنه ولی وقتی که ما میایم روی پای خودمان ایستاد میشیم وقتی میایم با امکانات دست داشته خودمان یک اردوی با انگیزه را مدیریت میکنیم و شرایط فرق میکنه این هم به این معنی نیست که امریکا رفت پس ما دستای خود بالا بگیریم طالب هم بگیم بیایم هر چی که هست شما در اختیار شما بدیم طالب این ظرفیت نداره تمام میبینید نهادهای دفاعی و امنیتی میگه در شرایط نرمال طالب بیش از 35,000 نیرو و جنگجو نداره ولی ما نزدیک به 370,000 قوت‌های دفاعی و امنیتی ما ولی مردم آقای محمودی یک شمار از مفسرین چند دلیل را میارن که باعث از همپاشی نظام میشه باعث سقوط دولت فعلی میشه مثلا نبود اجماع درست از فساد سیاسی بودن نیروهای امنیتی خودکفا نبودن و وابسته بودن به جامعه جهانی کدام یک از اینا را ما داریم که باور بکنیم که پس از قطع کمک های امریکا این نظام دوام پیدا میکنه فکر نمیکنین که حداقل این نیروهای امنیتی که شما زیاد میکنین سیاسی نشدن فکر نمیکنین که وابسته به قوم و قبیله نشدن اگر شرایط بدتر شود فکر نمیکنین که اینها هم میپاشن ببینین این تعلق به مسئولیتی است که سیاسیون ما دارن سیاسیون ما اگر بر محور اجماع ملی و بر محور منافع ملی یعنی بر محور منافع ملی بتانند به اجماع سیاسی برسن که تا حدودی هم رسیدن کجا رسیدن؟ اجماع اصلا دیده میشه به باور شما؟ ببینین خب این ناقص هست ولی یک اجماعی وجود داره امروز شما اگر ببینین در رابطه با نظام جمهوری اسلامی افغانستان تمام سیاسیون
این نظام حمایت میکنن. در رابطه با دستاوردهای دو دهه گذشته همه تمام سیاسون تمام حمایت نمیکنن، تمام سیاسون دارن طرحو مطرح میکنن. خب بله، خب این خب از زیبایی های نمید مخالف هستن، مخالف با نظام فیلیاست. همین به معنی نیست که مخالف با نظام نیستن. ما یک چیز باید تفکیک کنیم، یکی نظام هست، یکی کسی است که در رأس قوه مجریه قرار داره. حتی مخالف من نظام هم هستن. شما میدانید که نظام های مخالف هیچ که کسایی که در جغرافیا و در زیر چتر نظام جمهوری اسلامی افغانستان زندگی میکنن، سیاسیون هیچ کدامشون مخالف نظام چرا نیستن؟ تنها مخالف نظام طالبان است. نظام فدرال مطرح میشه، نظام غیر متمرکز مطرح میشه، خو یعنی مخالف هستن. ببینن این پیشنهاد سیاسیون است. در یک برهه زمان قرار است که در نشست گفته شده که در نشست استانبول ممکنه که نوع اما حکومت در آینده مشخص شود. هر طیفی از سیاسیون آمدن یک طرحی را دادن، ولی این سیاسیون به هیچ وجه با نظام کنونی مخالفت ندارن. میخواین که همین از مسیر قانونی میدانین هر کدام از اینی میان طرح مطرح میکنن. درست است که نظام فدرال باشه، نظام غیر متمرکز باشه و با سایر نظامایی که مطرح میکنن. خب همین به معنای از این نیست که تمامشان موافق نظام فعلی نیستن، تمامشان حمایت نمیکنن و می به معنای عدم اجماع نیست. نه ببینین، این بحث ما و شما کسی یک دیالوگ شد، این بحث کاملا فرق میکنه. اینا مخالف نظام نیستن، اینا در چوکاتی همین نظام زندگی میکنن، در اینجا سیاست میکنن، ولی خب پیش بینیشان است که اگر قراری بری باشه. بله. ببینید در هر جای دنیا، در هر جای دنیا قانون اساسی که ساخته میشه، قانون اساسی 10 سال تا 15 سال تا 20 سال ممکنه بعد از او یک بازنگری شود. بسیاری از مواد قانون ممکنه کارایی نداشته باشن، بسیاری از مواد قانون ممکنه که مشکلات در تطبیق داشته باشه. حال هم بعد از 20 سال قانون اساسی جدید که ما داریم فعلا و مریول اجرا هست، اینمی قانون اساسی باید توسط یک کمیسیون مورد بازنگری قرار بگیرن، دیدگاه ها و نظرات و طرح های همه افغان ها بیان در اونجا به مورد مطالعه قرار بگیرن. من هم میدونم آقای محمودی شما از کدام اجماع گپ میزنین. جدا از بحث قانون اساسی، شما میدونین که ما نیاز به یک طرح داریم که بریم در نشست استانبول بگذاریم. درست است، تا حالا یک طرح واحد شکل نگرفته، دیدگاه ها متفاوت است. امی به معنای از این نیست که هنوز اجماع نیست در داخل و این باعث میشه که نظام از هم بپاشه. ببینین این طرح‌ها و دیدگاه‌ها با نظر به اصطلاح احزاب و جریان سیاسی میان در یک جای جمع میشه. بله. ولی با توجه به تعویق پشت سر همه نشست استانبول، حتی قرار بود که در همه هفته که امروز چهارشنبه هست، در روز یکشنبهش کمیته رهبری شورای عالی مصالحه بشینن و همون طرحی که بود و طرحهای دیگه که آمده ایره نهایی بکنن. ولی وقتی شک. که نشست استانبول به تعویق افتاد و اون نشست معلوم نیست که کی برگزار میشه، ما اینجا دنبال کدام طرح بگردیم؟ ما فعلا در اینجا در حوزه جمهوریت یک نظامی داریم که پابرجاست، همه که در زیر چتر نمی نظام از حکومت نقد میکنن، نظریات چانه میگن، در نمیجا مبارزه سیاسی دارن، در نمیجا به اصطلاح حضور دارن، از مزیت های نمی ساختار که رسانه هاست ما میایم صدای خود به حرف خود میزنیم استفاده میکنن. تشکر. این به این معنی نیست که طالب هنوز آماده نشده برای مذاکره و برای به اصطلاح حضوری در نشست، ما بیایم آپشن های مختلف ارائه کنیم. وقتی که در پای میز مذاکره رفتیم، وقتی که در اوج حیات از جمهوری اسلامی افغانستان رفت، خب ببینیم دیدگاه های مختلف در اوج بحث میشه و طالبان دیدگاه خود میارن. در نهایت تشکر. ممکنه که یک دیدگاهی که در او یک اجماعی در اون نشست وجود داشته باشه به نتیجه برسیم و او انتخاب شد. بسیار تشکر از شما آقای سید علی رضا محمودی، رئیس مجمع ملی مردم افغانستان اینجا در استودیو. و بیننده های عزیز از شما هم تشکر که تا این دم ما را بیننده بودید. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.